قهرمان لیگ برتر مشخص شد. توی این ویدیو همه تیم‌های ایرانی رو به جون همدیگه می‌ندازیم و قوی‌ترین بازیکن‌ها رو برای هر تیم گذاشتیم توی ترکیب اصلی. تمام نقل و انتقالات همه تیم‌ها رو در لیگ جدید انجام دادیم و قراره به صورت جام حذفی و پنالتی کشی تا فینال پیش بریم. به نظرتون چه تیمی قهرمان لیگ 1402 میشه؟ داستان اینجوریه که همه تیم‌ها به صورت پنالتی کشی و حذفی با هم دیگه بازی میکنن، اما اینجا به خاطر اینکه تیم شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان تازه به لیگ اضافه شدن، ما نداریمشون و توی این مسابقه شرکت نمیکنن. پس کلا 14 تا تیم توی این مسابقه هستن. اولین بازی استقلال تهران صنعت نفت آبادان. در اولین بازی لیگ استقلال با ستاره های جدیدش به دیدار صنعت نفت آبادان میره. بله، حالا استقلال با شماره 18 اش که فکر کنم نمیشناسمش، در مقابل صنعت نفت آبادان میخواد پنالتیو بزنن. بعد استقلال در ورزشگاه استادیوم آزادی تهران، در بیا اول استقلال تهران مثلا در دروازه صنعت نفت آبادان گل میشه نه توی دروازه. ببین نظر منو بخوای، به نظرم نه استقلال قهرمان میشه نه پرسپولیس، یا تراکتور یا نساجی گرف حسینی. حالا ضربه بعدی توسط کوین یامگاه که همچنان در استقلال ماندگار از توی دروازه 2-0 از نساجی که حالا بعیده با این بازیکنایی که اصلا وقت نداشتن بازیکن بگیرن، 2-4 تا بازیکن خوب بگیرین. گرف حسینی نه 2-1 میشه بازی. اوه، مرداد محمدی ستاره درخشان جدید استقلال میاد ضربه بعدی رو بزنه. مرداد محمدی پشت تو وایساده میاد که ضربهشو بزنه به سمت دروازه صنعت نفت توی دروازه گل. آقا نظر منو بخوای، خدا وکیل این فصل سپاهان حق داشته، خدای قبول کن گل توی دروازه. آقا نظر منو بخوای، تراکتور و سپاهان خیلی خوب تیمو جمع کردن، به نظرم یکی از این دو تا قهرمان میشه. ضربه بعدی و توی دروازه استقلال همه رو گل کرد. ضربه آخر شماره 70 صنعت نفت، اگر نتونه این ضربه رو تبدیل به گل کنه به حسینی، صنعت نفت باخته. یا عباس وای خرامش میکنه استقلال تهران، به مرحله بعدی حذفی میره و اولین حریفش در ورزشگاه خانگی شکست میده. استقلال با این برد به مرحله بعدی میره و منتظر هوادار یا ملوان میمونه. بازی دوم سپاهان اصفهان در مقابل آلومینیوم عراق. حالا سپاهان در ورزشگاه خانگی به دیدار آلومینیوم عراق میره. انصافا من خیلی دوست دارم که سپاهان برنده بشه. آقا یه لحظه واسه یه بارم که شده یه ذره شل کنین، تعصبا رو بذارین کنار، بذارین یه تیم دیگه هم بجود استقلال پرسپولیس قهرمان بشه. حالا اولین پنالتی بعد رامین رضایی با شماره 9 بازیکنی از مازندران در روستای سمسکنده سمت دروازه آلومینیوم عراق بزنه در نقش جهان اصفهان. پشت توپ قرار میگیره رامین رضایی به سمت احمد گوهری، ضربه‌شو میزنه توی دروازه وسط. ضربه بعدی توسط بازیکن آلومینیوم عراق شماره 21 توی دروازه چه قشنگ زد. با اینکه کار کاملا دارن مساوی پیش میرن و احمد گوهری نتونسته واکنش خاصی نشون بده، روی توپ‌های سپاهان گرفت. آقا نیازان درش بیارینو، برو راست، برو راست، برو راست دارم میگم. متاسفانه سپاهان عقب افتاده و کاوه رضایی پشت تو قرار میگیره. آقا بزن چپ پایین گله، بزن چپ. وای ای وای، اینو بگی جان پدرت، اینو بگیر، اینو بگیر، ما امید داشته باشیم. هیچی، سپاهان داره میوازه. وای شماره 5 شون اگه که نتونه این ضربه رو تبدیل به گل بکنه، کار سپاهان تمومه. فرناندز وای سپاهان حذف میشه در ورزشگاه خانگی نقش جهان اصفهان. در اولین بازی رسمی خود به آلومینیوم عراق حذف شد. آلومینیوم با شکست سنگین سپاهان به مرحله بعدی میره. بازی سوم پیکان تهران در مقابل مصر رفسنجان. این بار نماینده تهرانی به دیدار مصر رفسنجان میره. پیکان میره که اولین ضربه رو به سمت دروازه مصر رفسنجان یعنی حامل لک بزنه. این کی، قندیپور خودمونه؟ آقا قندیپور کی اومد پیکان؟ قندیپور ضربه میزنه به سمت دروازه توی دروازه، برو کلا استعدادیابی که کش کرده بود قندیپور برای بدغاز گل میزنه اینجا، برو کلا. ضربه بعدی آقای فرزاد امام علی به سمت دروازه اونا، تیر دروازه گل نشود. نریمان جهان توی دروازه 2-0 میشه بازی. بازی بسیار حساس شده، پریه را به سمت دروازه ایمان صادقی، دروازه باز میشه یا نه توی دروازه 2-1. من همیشه طرفدار تیم ضعیف‌ترم، این رو همه میدونن. کاپیتان تیم پیکان میزنه کلک در برد. حالا مصر رفسنجان فرصت داره که برگرده و کامبک بزنه، اگر این گل بشه کاملا مساوی میشن. کاملا مساوی شده بازی. حالا بلبلی به سمت، ببین شماره 11 گلش میکنن همیشه.
آبروی ما رو بردی عدنان. اگر که ببین مثل اینو گل کنه کامبک زدی. وای مساوی. علی رمضانی حامد لک درش نمیاره گل خورد. حاجی حساس شد حساس شد. یه لحظه این پنالتی گل نشه مس باخته. اگر گل بشه میری به دام نفر یک اضافه. مثل کرمان یا عمل فاز امین درویشی ایمان صادقی توی دروازه برو کلا دامه. بازیکن پیکان آقای ثابت ایمانی حامد لک میتونه در کراس میزنه به خدا. گفتم راست میزنه مورک. خدا من نلو اگه که بتونه اینو گل کنه مثل رفسنجان شکست نده. وای مثل رفسنجان با شکست 4 بر 3 پیکان به مرحله بعدی میره. صبحان در مقابل گلگوهر سیرجان این بار نماینده دوم اصفهان به دیدار گلگوهر قلعه‌نویی میره. حالا در ضربات پنالتی صبحان و گلگوهر ببینم که صبحان میخواد مثل سپاهان که نماینده اصفهان بوده حذف بشه یا نه میخواد تا فینال همینجوری بتره کنه و پیش بره. اولین ضربه سجاد آشوری به سمت دروازه محمد رضا اخباری جان بگیرش. بابا بگیر دیگه. آقای اخباری ما این همه شما رو استعدادیابی کردیم گل خوردی الان تو تیم ما هستی منادی مشترم گرفتی. اما الان که دارم فکر میکنم خیلی منطقیه که زوبا هم یه دونه به خاطر اینکه یکی از نماینده‌هاش هست شد پس این باید گل بشه توی دروازه. آقای کوچی به سمت دروازه حبیب فرعباسی ضربه رو میزنه و دول 2-1 میشه بازی. گلگوهر قرنایی تا الان بد کار کرده محمد رضا اخباری در اون دروازه است و این ضربه پنالتی رو میگیره بالاخره یا نه همه رو گل خوردی اخباری. بابا اخباری تو تیم ما ولاغاز هست 3 تا پنالتی آرسنال پشت سر هم تخت تخت قرار خورد. بارکن آخرین پنالتی هایی که زوبا هم بتونه این ضربه پنالتی رو تبدیل به گل بکنه با نتیجه 4-1 شکست داده. امین کاظمیان وو 4-1 زوبا هم گلگوهر رو شکست میده به مرحله بعدی رقابت ها میره. پرسپولیس در مقابل نساجی مازندران حالا قهرمان فصل پیش لیگ برتر به مساف شهر خسته میره. شهر خسته شعارش آقا شهر خسته شعار نه شعار. پرسپولیس در مقابل نساجی مازندران که این فصل رشید مظاهری اومده در دروازه نساجی مازندران قرار گرفته. اولین پنالتی و آقای مهدی عبدی به سمت شهر سابق خود میخواد بزنه توی دروازه. نباید گلش بکری آقا. یکی شون رفت پرسپولیس آقای آزادی محمد رضا آزادی اگر شما نکنم میاد ضربه رو میزنه به سمت ویرام توی دروازه. یکیه ضربه بعدی شهاب زاهدی با پای چپ به سمت مظاهری میزنه و گل میشه. علیرضا حقیقی که از نساجی مازندران نقل مکان کرده به یک تیم دیگه فکر کنم هوادار رفته مظاهری اومده جاشو گرفته. نساجی عقب میافته و مهدی ترابی میتونه زهر خودش رو دروازه نساجی بریزه که مظاهری جلوشو میگیره. عمر رضا عباسی کاپیتان تیم نساجی با شماره 96 سمت دروازه علیرضا بیرامند حالا کاملا مساوی میشه داستان. ورق برمیگرده بزن تیرک خدا باید برو کلا مظاهری. صابر هرانی گلچونی کامبک زدن نساجی کامبک نساجی مازندران. وحید امیری یکی این زبر خراب بکنه نساجی رفته مرحله بعدی رقابت ها با این چهره رشید مظاهری. برو خدا تو ببین دست من بالاست خدا شاهد من دستم بالاست. عبدالله زاده چند بزن گل میشه. برو کلا پرسپولیس هست شد دست رو میز بود خدا شاهد دارم میگم. نساجی با برد 4 بر 3 پرسپولیس به مرحله بعدی میره. تراکتور سازی تبریز در مقابل فولاد خوزستان حالا تنها نماینده تبریز به جدال فولاد خوزستان میره. بعد این چیزی هم بهتون بگم آدم نباید انقدر تعصبی باشه روی چیزی که اصلا به خود تو چی نمیرسه. داداش به ایرانوند میخواد بره استقلال خب به من چی میرسه؟ به منی که مثلا هوادار پرسپولیس به من چی میرسه؟ من چرا اینقدر باید خودم مثلا چرا تو رفتی چرا تو فلان کردی؟ آقا به من چه ربطی داره؟ به من چیزی میرسه؟ مثلا یه هوادار رو بزنه اون وسط به خاطر این کار خدای نکره چیزی واسش پیش بیاد همین باشگاه پرسپولیس میاد به تو بگه آقای هوادار بیا این پول واسه تو واسه درمانت میاد بگه خودم وکیلی واسه چی بس داری خودتو اینقدر به آب و آتیش میزنی؟ حالا در تبریز شماره 21 میره آقای نورسمی برای پنالتی اول در مقابل فولاد خوزستان. اولین ضربه تراکتور سازی تبریز به سمت دروازه فولاد خوزستان عارف رستمی توی دروازه چقدر قوچه زد. دروازه‌بان تراکتور میره توی دروازه آقای پور حمیدی گادوین میشه دروازه رو باز کرد. استرس به شدت بالا ریکاردو آلوز سمت چپ میزنه دیگه گفتم. ضربه پنالتی دوم ساسان انصاری کاپیتان تیم میزنه سمت راست به خدا. چی گفتم نگرفته چن آقا. سیامک نعمتی که بعد از پرسپولیس به تراکتور سازی تبریز پیوسته میزنه سمت راست. بابا پیشگو همه تو کامنت ها اشکان دجاگس فولاد خودستان اگه که بتونی ضربه رو گل کنه افتادن جلو فولاد خودستان میافته جلو یکی فولاد. آقای حسین زادگان که حسین زاده که نیومده تو ولقاز. ببین نیومدی تو ولقاز اینجا خدا
تراکتور عقب افتاد. اگه این گل بشه فکر کنم تمام همه چی، اگه این گل بشه تمام میکنم همه چی. وو یاد خودستان با نتیجه 4-2 به مرحله بعدی صعود میکنه. و اما میرسیم سراغ آخرین بازی، هوادار در مقابل ملوان بندرانزلی. حالا باید تنها نماینده گیلان در مقابل هوادار قرار میگرفت. حالا در اولین پنالتی باید هوادار ضربه‌شو به ملوان بندرانزلی بزنه. آقای قاسمی نژاد به سمت دروازه اکبر منادی ضربه توی دروازه. ضربه بعدی ملوان بندرانزلی رنجبری به سمت دروازه علیرضا حقیقی که پیوسته از نصری به اینجا توپ گرفت. اکبر جوی روش اثر گذاشته. دوپینگ اکبر دیدنس. اوش خراب کرد. حالا هوادار هم حالا چو خراب میکنه. اگر ملوان این ضربه رو گل کنه مساوی میشن کاملا. حسین صادقیچ قدر قشنگ زد. حالا کاملا مساوی هستن و مسعود شجاعی به سمت دروازه اکبر منادی تیم هوادار گل زد. بور کلا با تجربه. تجربه به این میگن میلاد جهانی. میلاد جهانی عزیز حقیقی. ملوان عقبه، اگه که اینو گل بخوره خیلی کارش سخت میشه. حسین ابراهیمی بگیرش. خب دیگه آخرین پنالتی، اگه این پنالتی خراب بشه ملوان باخته و علیرضا حقیقی و تیمش میرن به بالا. امین پورعلی خرابش کرد. هوادار با نتیجه 3-1 به مرحله بعدی میره. اما به خاطر اینکه توی این مرحله هست 7 تیم وجود داره، یک تیم اضافه است. پس گردانه رو میچرخونیم، هر تیمی در بیاد با خوش شانسی به مرحله بعدی میره. گردانه رو میچرخونیم و تیمی و کسی نیست جز نه هوادار. استراحت میخوره هوادار. مرحله 1/6 حذفی. استقلال در مقابل آلومینیوم عراق. این بار استقلال و آلومینیوم برای نیمه نهایی به جنگ هم میپردازن. بله میرسیم سراغ ضربات پنالتی. استقلال باید جلوی کسی بازی میکنه که سپاهانو حذف کرده. همین چهره توی ورزشگاه خانگی نقش جهان سپاهانو حذف کردن. پیمان بابایی اولین ضربه خود بزنه به سمت دروازه احمد گوهری. دروازه رو بسته نگه میداره یا نه دروازه باز شد. آقای ولنتیو وو چقدر بد زدی. آزور احمد گوهری این بار آلومینیوم عراق عقب میافته و استقلال این ضربه رو کاش گل نکنه. بزن چپ پایین گله. چپ پایین گله دارم میگم. مهرداد محمدی چپ میزنه. تا کی من باید پیشگویی کنم واسه شما؟ احمد گوهری پنالتی رو میگیره آلومینیوم عراق. اگر بتونه این پنالتی رو گل کنه خیلی خوب میشه، اما اگر گلش نکنه خیلی بد شده. هیچی داداش هیچی. آرش رضاوند راست میزنه، به خود راست میزنه. مهدی خان پیشو کامنتا لطفا. آلومینیوم عراق اینو خراب کنه رفته، حذف شده. من استقلال میره مرحله بعدی. یحیی هیت بابا ولمون کن، همه رو حسینی گرفت مگه میشه؟ استقلال با کلینشی در 4 ضربه پنالتی به مرحله نیمه نهایی میره. بازی دوم 1/6 نهایی مثل رفسنجان در مقابل زباهن اصفهان. مثل رفسنجان با بازیکنای ضعیف‌تر بود، با زباهنی بازی میکرد که گلگهر آورده بود. حالا میره سراغ پنالتی مثل کرمان و زباهن اصفهان. ببینم که بالاخره یه نماینده از اصفهان میتونه به جای سپاهان بیره نیمه نهایی یا نه. ضربه اول فرزاد امام علی به سمت دروازه حبیب فرعباسی توی دروازه. حامد رشمی رو درون دروازه. سنگربان سابق پرسپولیس درون دروازه در مقابل سلیمانی گلو زد. من هنوز درک نکردم چجوری حسینی 4 تا پنالتی پشت هم در آورد. گرفتش. مثل رفسنجان داره برخلاف باورها و منطق بسیار عالی کار میکنه. راسته حال میکنی؟ مهدی خان پیشگو تو کامنتا داره خدا گل نکردش بری را. این میگم راست میزنه. ای 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 مهدی خان پیشگو تو کامنتا داره خدا. تا الان مثل عقبه چه پنالتی زد داداش. حامد لک اینو بگیره بازی مساوی شد، اما نگیره کار خیلی سخت میشه. حامد بگیر. آخر پنالتی مثل رفسنجان اگر نتونن این پنالتی رو تبدیل به گل کنن زباهن از اصفهان میره به نیمه نهایی. داداش بزن چپ پایین گل میشه. چپ پایین بزن گل میشه. آبرکلا پیشگو تو کامنتا داره خدا. اگه این پنالتی گل بشه زباهن رفته بالا. پنالتی گل بشه زباهن رفته فینال. پنالتی راست میزنه. ای وای آخرین بازی مرحله 1/6 نهایی نساجی مازندران در مقابل فولاد خوزستان. نساجی امید شهر بسته. این بار باید فولاد خوزستان مقابل کسی بازی کنه که پرسپولیس تهرانو حذف کرده. آقا خدا شاهد از همین الان میگم نساجی بره فینال یا بره نیمه نهایی به خود من کاری نمیکنم. حالا نساجی که پرسپولیس رو در همین ضربات پنالتی شکست داده بود میخواد بیتره کنه دروازه فولاد خوزستانو. چپ پایین گله. نمیدم دیگه. چپ پایین گله. آفرین. دست بالا. گادوین میشه مثلا دروازه رشید راسته. فرزاد زامهران شماره 11 تو رو خود قبلی رو خراب کردی. اینو خراب نکن. گورکشل عالی زدی. یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن بذار. ساسان انصاری رو میگیری یا ساسان انصاری راست بپر. من یه حسی بهم میگه اینو خراب میکنه.
بدی گفتم. راست بپر نفه. بپر راستت. راست خودت. بپر راست خودت دیگه. آقا. داداش صالح، آقای صابر، میدونم سمت دروازه حریف پیچ. 6 متر در 2 متر دروازه. زیر مفت دارم میدونم. آقا باختیم دیگه. این الان گل میخوره. مطمئنم این الان گل میخوره. برکلو رشید، شهر خسته به مرحله بعدی امیدوار میمونه. اگه گل نشه حذف میشه از مرحله. چی داداش نساجی مازندران که پرسپولیس رو برده بود، این بار فولاد خوزستان ترمزشو میکشه. به این ترتیب فولاد حریف ذوب‌آهن میشه و استقلال تهران با هوادار بازی میکنه. آه خدا وکیلی، اونایی که تا الان نگاه کردن بگن استقلال، هوادار فولاد یا ذوب‌آهن قهرمان بشه. نبین آقا، نبین، پیش بینی بکن. استقلال تهران در مقابل هوادار، استقلالی که دو تا بازی کرده بود باید در مقابل هواداری قرار میگرفت که فقط یک بازی کرده بود. نوبت ضربه پنالتی هوادار به استقلال تهران میرسه. در بین این همه استقلالی، هوادار ببینیم میتونه استقلال رو شکست بده تو آزادی یا که نه. رضا حقیقی در اون دروازه وایستاده. خدایی هوادار با یه بازی برسه، دو تا بازی برسه فینال، خیلی بده. وای دونس شاکری راست میزنه، راست میزنه، راست میزنه. یامگاه، یامگاه دقت کن، یامگاه زمینی آروم سمت چپ. دامگا خراب میکنه تا اینجا کارگر که بتونه هوادار این پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. یه پله رفته بالا. وو تو 4 تا ضربه پنالتی پشت سر هم رگباری درآوردی، بعد اینجا رو در نیوردی. مرتضی محمدی که پنالتی قبلی رو خراب کرده بود، اینجا مرتضی محمدی در مقابل حقیقی باز گلش میکنه. کلمه ناکامه یعنی چی؟ مگه اصلا مثلا کلمه کامه مگه داریم که اونجا ناکامه؟ برو کلا مساوی میشه بازی. بازی به تساوی کشیده میشه. آرش رضاوهم سمت دروازه علیرضا حقیقی بزن چپ گله. چپ 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 گفتم چپ بزن. تا اونجا استقلال اگه که این ضربه رو گل بخوره دوباره یکی میفته عقب. شجاعی گلش میکنه. شجاعی به سابقه اش تجربه اش داره گلش میکنه. من میگم چشمی راست میزنه. دیدی دارم میگم راست میزنه. بابا چرا آخر راست میزنه تو؟ استقلال تهران که با بازی های بیشتر به اینجا اومده بود، حالا هوادار با یک بازی استقلال شکست داد و به فینال رقابت ها راه پیدا میکنه. آخرین بازی نیمه نهایی ذوب‌آهن اصفهان در مقابل فولاد خوزستان. بله ببینم که اینجا ایلومیناتی در کار هست یا نه. خدایی ببین در کار باشه باید فولاد بره فینال اونجا قهرمان بشه. اگه در کار باشه من تراکتور پرسپولیس برده اینم باید ببره. حالا گاز میمنشا با سمت دروازه حبیب فرابوسی گل زند. سلیمانی هم گل میکنه. بارک الله. حسان انصاری به سمت دروازه حبیب فرعباسی میزنه. بوک بابا خراب کرد، این خرابش کرد کارو. چپ چپ ببر چپ. بابا خراب داریم میکنی. برو خدا بگیرش بگیرش. آقا اینو میزنه راست، من لوش دادم، میزنه راست، برو بگیرش. آره قطعا گل میشه. سجاد آشوری شماره 10 ذوب‌آهن اصفهان. اوش ذوب‌آهن تیمی که تراکتور را برنده پرسپولیس تهران برده بود و حذف میکنه، تیم آسونی و حذف نکردش ذوب‌آهن. و حالا فینال رقابت ها هوادار در مقابل ذوب‌آهن اصفهان. حالا ذوب‌آهن باید به دیدار حریف سرسختی میرفت که استقلال تهران رو حذف کرده بود. دو تیم خیلی به هم نزدیکن، یعنی خیلی خیلی شبیه هم دیگن اوبرالی. و ما میرسیم پای کاپ در فینال رقابت های لیگ برتر 1402. کی قهرمان میشه؟ پیش بینی کن هوادار یا ذوب‌آهن. نظر خودم رو بخوای ذوب‌آهن حقشه، ولی میگم هوادار میبره. حالا نگاه کن یونس شاکری به سمت دروازه حبیب فرعباسی در میاره. سلیمانی محمد رضا سلیمانی با شماره 99 از تیم ذوب‌آهن اصفهان گلش میکنه. یکی جلوه. شجاعیان داریوش شجاعیان گلش کرد. برکل سیف اللهی میمی راسته راست بپر. بردینی دیدی رو سفتم یکی من یک مصافی. قاسمی نجات قاسم این چیه داداش زدی به تو؟ چیه الان میده میزرت میزنه گل میشه. نه آقا فرما آقای مسعود شجاعی گلش کن. ببین حالا اگه به شانس من باشه اینو خراب میکنه. برو کلاج مسعود. سجاد آشوری سر ببین راست بزن بگیره دروازه بانم. بوره کلا چپ میبره علی زایقی. دو دو مصافی. حسین ابراهیمی اگه که اینو گل کنه و ما پنالتی و هوادار بگیره رفته واسه مرحله بعدی. چه گلی زد. ببین علیرضا حقیقی اینو بگیره رفته. کمان کامیابی نیا بسیار حساس و جنجالی این ضربه پنالتی حقیقی در مرد. درست میگم علی خانه پیش کدوم کامنت ها. به این ترتیب هوادار با یک بازی کمتر قهرمان لیگ ایران در 1402 میشه. ممنونم که تا آخر ویدیو نکردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی مهدی پیشگو. We'll be right back.